سلام، من غزاله یعقوبی هستم از همکاران نشر نظر و مفتخرم که امشب میزبان شما هستم. از طرف خودم، آقای بهمنپور، آقای تقوی و همکاران دیگرم در نشر نظر که برای برپایی برنامه امشب بسیار زحمت کشیدن، به شما خوش آمد میگم. امید داریم در فضای باز حیات نظر در بهار سال آینده با نگاهی پژوهشی انتقادی به کتاب حاضر و هنرمندان دیگری که در این زمینه گام برداشتند بپردازیم. کتاب حاضر در مسیر فعالیت‌های پژوهشی نشر نظر برای تکمیل اسناد هنر معاصر می‌تواند یکی از مراجع دارای اهمیت تلقی شود. فرامرز پیلارام از معدود هنرمندانی بود که به ارزش جمع‌آوری اسناد و مدارک آگاه بود. اون همه چیز رو از کودکی نگه داشته بود، از نقاشی‌های مدرسه تا مدارک تحصیلی تا نامه‌ها تا بروشورها و کتاب‌ها و عکس‌های بیشماری که از خودش و رویدادهای فرهنگی اون دوره گرفته. این که ایشون آزاد اندیش بود، دنیا رو دیده بود، تجربه کرده بود، فرهنگ رو میشناخت و این فرهنگ رو سعی میکرد تو کارگاه‌هایی که ما داشتیم و با نسل جوان منتقل بکنه. در آثار فرامرز پیلارام در بسیاری از تابلوها یک سمفونی عجیبی از موسیقی حروف آدم احساس میکنه، یعنی چنان این حروف تکرار شدن و در هم پیچیدن که در حقیقت یک نوع ملودی خوشاهنگی رو از لحاظ بصری به وجود میارن که حتی آدم میتونه ازش موسیقی رو درک بکنه و صدای سازهای حروف رو واقعا بشنوه. یکی از معتبرترین کسانی که من 83-84 ساله میشناسم فرامرز پیلارام، اونم به تصادف آشنا شدم. بهترین و شوگلی خواننده های ایران در چه فوق شده و الان در توس کنار فردوسی جفنه خجریانی. خجریان شاگرد فرامرز پیلارام و دیگر و کابولی و دیگر و دیگر. چرا؟ برای این که بهشون کتاب گزیده آثار فرامرز پیلارام یکی از این فلسفه‌های مختنم رو برای دیگران به وجود میاره که بخش عظیمی از کارها رو با همدیگه ببینن و شاهد تکامل تدریجی کار هنرمند باشن. پروژه پیلارام پروژه مهمی میتونه باشه به خاطر اینکه خب یکی از پیشگامان نقاشی با خط پیش روی ما هست و ما بر اساس آثار متعددش و اسنادی که باقی مونده شانس بررسی این مقطع مهم تاریخ هنر، یعنی از آغاز تقریبا دهه 40 تا پیروزی انقلاب رو داریم. پیلارام هنرمندی پرکار بود و طبیعتاً تعداد آثارش در هر دوره کاری فراوان. بنابراین به این نتیجه رسیدیم که این کتاب را تحت عنوان گزیده آثار به چاپ برسانیم.